Attention, Hello Kitty. چی داره؟ گفت دستشوی همون داره. بهش گفتیم شما اول گذشت بهش... پشمام سلام، خوش اومدیم به کانال اصل ایمان. من اصلم. منم نیما هم. این هفتمین قسمت از ویدیو مهاجرتمونه. یه چیزی رو همین اول بگم، این ویدیو اصلا برای تشویق کسی به مهاجرت نیستش، فقط اتفاقات و داستانایی که برای ما اتفاق افتاده، برای خیلی هم جالب بود پیگیرشن. اگر تو هم برای جالب بود برای رفقات بفرست. اینجا موندیم بی نور، تجهیزات، دوربین، که حالا کامنتش هم میاد، حرفش هم میخوریم. ولی خب ما یه استدیویی داشتیم که تو ایران گذاشتیم، نتونستیم ازش چیزی رو جابجا بکنیم، خیلی وسایلمون هم از دست رفت. ما الان موندیم و یه دوربین، و کمک شما به ما میتونه این باشه که این ویدیوها رو واسه رفقاتون بفرستید، لایک بکنید و این کارهایی که دیگه خودتون خیلی بهتر میدونید. ما توی قسمت قبل بفرمایید. من؟ آره، حس کردم یه چیزی میخوای بگی. خلاصه قسمت قبل رو میخواستم. خلاصه قسمت قبل اینه که همونطوری که در جریانید، ما از ترکیه اومدیم ارمنستان، از ارمنستان اومدیم پاریس و پلیس فرانسه ما رو گرفت به خاطر اینکه پاس شباهتی استفاده میکردیم. ما رو انداختن زندان و دادگاهی شدیم و بعد از دادگاه هم اومدیم بیرون و یه برگه به ما داده بودن که خیلی به اون برگه مطمئن بودیم. آره، یهو اینا رو مرور کردم الان تا اینجا. مدت زیادی نیست، من تا قبل از عید امسال خارج نرفته بودم. اگر بین خودمون میمونه که هواپیما هم ننشسته بودم. البته خیلی بچه بودم، چرا؟ ولی از موقعی که عقلم میرسید هواپیما هم ننشسته بودم. اینه که یه سری چیزا پشت هم دیگه قرار گرفت، الان ما اینجاییم و این داستانیه که تا الان بر ما پیش اومد. خیلی حالا بر خودم عجیب غریبه، بر بقیه نمیدونم. اونجوری که کامنت ها رو میخونم میبینم جالبه، یعنی چه اونایی که قصد سفر دارن، چه اونایی هم که صرفا فقط واسه فان و وقت گذروندن ما رو میبینم. ممنون شما هستم، خیلی لطف میکنین. مرسی که ویدیوهای ما رو دنبال میکنین و برامون کامنت میذارین، لایک میکنین. این جلیقه کلی داستان داره. از موقعی که این برگه رو به ما دادن، گفتن که دو تا برگه به ما دادن، دو تا برگه آچار به من، دو تا برگه آچار به عصب، که گفتم این کار اون آیس وایس و اون کارت شناسایی شما رو میکنه و هفت روز شما فرصت دارید با این برگه توی اتحادیه اروپا هر جا مخیم برید. این برگه رو هم ما از دادگاه پاریس گرفتیم، یعنی از قاضیه وزیری که اومده پاریس. بود توی زندان این حکم رو داده بود به ما. خود پاریسی ها قبولش داشتن، ولی خب نمیتونستن کار قانونی باش انجام بدن. ببین نمیپذیرفتن. حالا چون اثر کمتر درگیر بود، نه واسه پول از ما پذیرفتن، واسه هتل هم هزاری چالش بود. هیچ کاری نمیشه. فقط وقتی پاسپورت فیزیکی میخواد تو فرودگاه، فقط واسه پول چنج کردن کاغذو چیکار کنه؟ بارکدش رو میخواد. آخه در شرایطی که اون خانم مترجم به ما گفته بودش که با این برگه کار شما را میندازن، یعنی با این برگه برای شما پول چنج میکنن، به شما هتل میدن. بعد از اینکه ما توی فرودگاه، حالا این لینکش رو اینجا اونجا انقدر دوست دارم اینو بگم، لینکش رو اینجا میذاریم ببینید اون جریان، اگه ندیدید جریان چنج کردن پولمون توی فرودگاه رو. بعد از اون من تازه فهمیدم که این برگه ممکنه اگر ما رو پلیس بگیره، بگه مدرکتون چیه، بگیم این، بگه باشه به سلامت. ولی اینکه بخوایم بریم یه جایی که نیاز به یک مدرکی مثل پاسپورت داره، بعید میدونم این برگه کار ما رو راه بندازه. یعنی اولین چیزی بود که به ذهنم اومد. حتی واسه قطارا هم فکر میکردم یه همچین مشکلی پیش بیاد، چون قطاراشون یه بخشی هستش پاس کنترل نداره و از اونجایی که تو اتحادیه اروپا با قطار میتونی هر جاش بری، یعنی به معنی اینکه وارد خاک فرانسه بشی میتونی بلیط بگیری بیای هامبورگ. اون قطارهای سری و سرش هم که من دیده بودم، اونایی که 300 کیلومتر سرعت میره، حالا تو بلاگای بعدی میذاریم، اونا پاسپورت کنترل داشتش. یعنی من بعید میدونم با اون برگه میتونستیم از اینا هم عبور بکنیم. اینه که رفتیم توی شهر دنبال یه هتل. قیمتا خیلی واسه من عجیب غریب بود، خیلی عجیب غریب بود. ضرب و تقسیم کردن، حالا آدم مثلا از ایران میاد بیرون یه سری تومن و ریال میکنه، درسته، ولی توی بحث یورویی هم فرانسه اصلا کشور عجیب غریبیه. اومدیم، من فکر میکردم مثلا دارم میگم یه دونه بلیت مثلا بشه 2 یورو 3 یورو واسه قطار. ما پول کش داشتیم و اونایی که بلیت میفروختن هم فقط اون کارت قبول میکردن. مترو
فقط کارت مترویی که از فرودگاه به سمت مرکز شهر میره فقط کارت قبول میکنن. یکی از داستانهایی که وجود داره، اونایی که دارید مهاجرت میکنید، یه نکته خیلی مهم که توی آلمان حداقل به دردتون میخوره، حالا تو کل اتحادیه اروپا اونقدر دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم تو آلمان به دردتون بخوره، اینه که موقعی که شما میایید به عنوان یه توریست توی ترکیه یک حساب بانکی زراعت بانک باز بکنید، یعنی میرین یه سیم کارت میخرید یه حساب بانکی زراعت باز میکنید، توی اون روزی که دارید حساب بانکی زراعت رو باز میکنید، تیک ارزی که قیمت یورو و دلار هم وارد اون بحث کارتتون بشه رو هم بزنید توی اون برگه هاتون که بتونید شاید از این کارت توی مواردی استفاده بکنید که میشه استفاده کرد توی همه حوزه اتحادیه اروپا میشه استفاده کرد. بانک استفاده کرد ولی باید تبدیل شده باشه. کارتیه که رنگش با زراعت کارت توریستی قرمزی که به شما میدن هم فرق میکنه که میتونن به حساب اون برای شما یورو دلار بریزن. بچه‌ها صحبت سر اینه که موقعی که شما یورو رو حتی تو جیبت داری، حالا دلار که تو اتحادیه اروپا یک داستانه اگر به صورت غیرقانونی ورود بکنی یا جریانه مثل ما رو داشته باشی، ولی یورو موقعی که تو جیبت داری از خیلی از خدمات تکنولوژیک نمیتونی استفاده بکنی، قطار و فلان و داستان و اینا، یعنی جایی که میخوای کش بدی خیلی کمه. اینه که اونجا ما تو فرودگاه تو اون فرودگاه گیر کردیم و اون دستگاه های ماشین هایی که بودن که بلیت مترو رو صادر میکردن اونام زبانشون فقط فرانسوی بود، یعنی اصلا جایی واسه اینکه دیتکت بکنی زبان انگلیسی بیاری نبود. حالا دستگاه های دیگه توی داخل شهر اینجوری بود، اونجا نبود. من فقط پول نقد داشتم. من یه سری سکه گرفته بودم یورو دستم، باقی پول سوشیه بودش. این سکه ها فرض کن مثلا یه 15 یورو 18 یورو شاید سکه بود، با یه ادن 5 یوروی کاغذی اینا رو گولت تو دستم گرفته بودم که مثلا یه 2 یورو بدم یه بلیت بگیریم بریم تا تو شهر دیگه، چون دیده بودم اونجا هم اتوبوس زیاد سفت و سخت نمیگیرن، گفتم خب اینجا هم یه کار میکنم. آقا این ور دیدم این دستگاهه، حالا یه صف طولانی رسیدم به دستگاه، خب این پول نقد رو فرو کنم توی این دستگاه، میبینم هیچ سوراخی وجود نداره. یکی هم همینجوری داشت من نگاه میکرد، نه اعتراض میکرد من 2 دقیقه دارم برمیرم، نه میگفت بلام. برگشتم گفتم آقا من فقط کش دارم بلیت میخوام. گفت من برای تو بلیتو میگیرم. هیچی، چقدر میشه؟ 22.5 23 یورو همچین چیزی خورده ای هم داشتش. گفت انقدر میشه، ما یه انقدر پول خورد دادیم به عمو، عمو بود یه دست کت شلوار، اون پول خورده رو کرد تو کت شلوارش، با ویزا کارتش واسه ما 2 تا بلیت گرفت، نفر 11 یورو. آره نفر 11 یورو که ما بیایم مرکز شهرش. یه ما همیشه مثلا مترو دیگه چیزی که میبینیم خیلی با صفایش دیگه، مثلا از مترو کرج سوار میشی بیای سمت تهران این و چیتگر هست و این و اتوبان دیگه با صفاش اینجوری، ولی تو اروپا مترو یه دفعه میبینی میره توی روستا توی جنگل، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. یه فضای خیلی باحالی داشتیم تا برسیم به مرکز شهر. آره مترو سواری در اروپا، آره خیلی جالب بود. مترو فرانسه حالا سیس و فرمتش فرق میکنه، مترو آلمان جریانشون فرق میکنه، ولی اونجا توی فرانسه خیلی باحال بود. اون مسیری هم که ما داشتیم میومدیم، حالا یه سری ویدیوهاش هستش، خیلی باحالی بود تا رسیدیم مرکز شهر که اونجا تازه ما حس کردیم که وارد فرانسه که نه حالا بالا قلب پاریس شدیم. پاریس خیلی به لحاظ معماری خیلی زیباه، اصلا از نظر معماری پاریس زیباییش حد و مرز نداره، انقدر زیبا. یعنی ما به محض اینکه وارد اون ایستگاه مترو شدیم هاج و واج بودیم، مجسمه‌های قدیمی بزرگ پرقدمت، ساختمون‌هایی که اصلا هر کدوم نگاه می‌کردی معماری مثل این فیلم‌ها بودش، خیلی خیلی عجیب بود. محو بودیم. آره بعد هر اینکه از مترو میای بیرون، حالا دور فرودگاه و اینا همچین هیاهو و هرج و مرج نیستش، ولی از مترو که میای وارد مرکز شهر فرانسه میشی یه هیاهوی صدای آژیرای پلیس ماشین میره میاد، شلوغه، سرزنده است، رشتیه باز خودش توی چیز توی حالا شهرشون. پاریس خیلی تا یه تایمی خیلی سرزنده است. آره اون مرکز شهرش اونجا خیلی همه چی شلوغ پلوغ تره. آره بعد علاوه بر پلیس محلی به خاطر مقدمات المپیک ارتش هم اونجا مستقر بود،
ما نمیدونستیم که این بلیط هایی که میدیم یه سر رو میزنی میری تو، بعد باید همون بلیط رو بزنی که بیای بیرون، همون بلیط یه بار مصرفه رو باید یه جا دیگه بزنی بیای بیرون. اگزیتشون چی میشد؟ سیکتیر؟ سورتیه. هیچی. ما رفتیم خلاص عسل و برگشت، گفت آقا اگزیت میشه سورتیه. رفتم اونجا عسل و حالا میخوای با اون برگه سمت اونا داری یه سری شبیه کال آف دیوتی ارتش از این چراغا عینک و فلان اصله برگشت نمیشه اما وریز ده سورتیه، سورتیه مورتیه کجای برگشت گفت اونجا. خلاصه رفتیم اونجا به سمت خروجی، دیدیم همه این تیکت ها رو میزنن، هیچ کس هم تیکت یه بار مصرف نداره. از یکی پرسیدم گفت آقا این تیکت رو بکن اون تو در باز میشه، در خروج، آره در خروج باز میشه. خلاصه من که تیکت نداشتم پشت بند عسل موندم، در خروج و تیکتش زد و رفتیم بیرون و آره من چیز کرده بودم فیله کرده بودم تیکتو. آره وارد شهر که شدیم المپیک، یعنی کارهای معلنات المپیک رو داشتن انجام میدادن، خیلی جالب بود. ما محو بودیم، پرچمهای المپیک، عکس ورزشکارا رو زده بودن، خیلی فضای جالب بود، خیلی خفن بود. منم خیلی با اعتماد به نفس که ما شینگن اروپا داریم یه هفت روز، یه دو تا برگه کرده بودم تو این جیبم 6 تا، منتظر بودم یکی به من بگه تو، بگم پرفکتوری میدونی چیه، دادگستری به ما برگه داده. همه جای پاریس خوشگل و المپیکی شده بود، تم المپیک، نمیدونم این تم چی، هویت بصری المپیک، هویت بصری المپیک رو از توی مترو، ایستگاه‌های مترو میدیدی تا تو شهر، توی بنرها، توی پرچمای توی شهر، همه جا حال و هوای المپیکی بود و این دایره‌های المپیک دیده میشد. لذت ما ادامه آنچنانی نداشت. چرا؟ ما داشتیم از این داستانا لذت میبردیم، همزمان یورو هم بود، یعنی مسابقات یورو هم بود فوتبال که خیلی دیگه همه چی بود. آره اون موقع البته ما توش بودیم، هنوز المپیک شروع نشده بود، افتتاحیه نشده بود، بیشتر تو فاز یورو بودن، ولی خب مقدمات المپیک رو چیده بودن. ما هم حالا المپیک چه باحال، از تو حیات ایسکا اومدیم بیرون، رفتیم اولین هتل دیدیم فول، دومین هتل فول، سومین هتل اصلا اینا چرا هنوز مرکز شهر گاردن نورد پر از هتله. آره یعنی مثلا هر سه تا ساختمون یه هتله، همینطوری کل خیابونای این محله های اطرافو گشتیم یکی یکی، میگفتم پره، همین گفتم پر. تا Would you have empty room for couple؟ هیچی، همه اینا رو میپرسیدم و همه میگفتن پره. ما هم با دو تا دونه باگاژ پاریسیم دیگه، پاریس ول لذت دادم، نشدم نشد. آقا رفتیم اولین هتلی که همچین میخواست قبول بکنه، گفت پاسپورت، گفتم من پاسپورت ندارم، دست کردم جیب این برگه رو دادم، یعنی اون لحظه ای که برمیگرده بهت میگه پاسپورت مداری که شناسایی، بعد تو هیچی نداری، هیچ جوابی هم نداری بهش بدی، واقعا یکی از سخت‌ترین و پر استرس‌ترین لحظاته. بهش رو یه نگاهی کردش، مثلا یکی از هتل‌های رنج بالای مرکز شهرش پر بودن، این یکی از هتل‌های روبه پایینش بود، یعنی نرمال هم نبود، روبه پایین افتضاح، حدود 40 یورو 45 یورو بودش این هتل. گفت اوکی مشکلی نداره، یکم منمن کرد و گفت اوکی. گفتم میتونم اتاقو ببینم؟ گفت اتاقو نمیتونی ببینی. من باش داشتم میرفتم در مورد کنسل میشه، داشتم میرفتم در مورد، گفتم طبقه چندم چجوری؟ گفت طبقه پنجم آسانسورم نداره، کنسل شد و رفتم جای بعدی. اونجاهایی که خالی بود پر بودن که پر بودن، اما اول میگفتم پر، اونجایی هم که خالی بودن دیگه من از سومی فهمیدم که این کاغذی که دادن دست ما بگیر نگیر داره، بگیر نگیر نداره، قبول صحبت قبولی نیستش، صحبت اینه که به لحاظ قانونی باید قبول کنه. چرا؟ چون گفته آقا این مثلا اینجوری و فلان و اینا اجازه ورود تو خاک فرانسه رو دارن، ولی اینکه این نفر آخه علتش هم نوشته بود، تو مثلا به یه هتل، یه رسپشن یه هتل، یه نفری که اپراتور اونجا صرفا، حالا توی روزهای بعدی میگیم یه اپراتورها چه چالش هایی با همین برگه داشتن، میبینه قانونی درسته
ولی اینها با پاس فیک ورود کردن با نامهای فلان، الان با نامهای فلان، و ما هم پاسپورت فیزیکال ایرانی هم که نداریم بهشون بگیم این فیزیکالشه، باز باید یه عکس نشون بدیم، اون میتونه قبول بکنه که این عکسه با اون اسمی که اونجا یکی هست یا نه. یعنی دقیقا حرفی که راننده اتوبوس به ما زده بود، گفت این برگه ای که به شما دادن رو موقعی قبول میکنم که عکس تو این رو باشه. اینا یه برگه ای داده بودن بیشتر وجهه قانونی داشتش، گفته بودن حالا میتونی وارد خاک پاریس بشی. خلاصه این بر اون بر ما یه جا هنوز هم نفهمیدیم که چرا به ما گفتن با اون برگه میتونی به همه کشورهای اتحادیه اروپا بریم تو این چند روز. ببین اصلا سیستم فاز زندان و وضعیت ورود به خاک فرانسه اینطور که من متوجه شدم اینجوریه که شما در خاک فرانسه به در زندان فرانسه، حالا به هر طریقی به مرز فرانسه رسیدی و پلیس فرانسه تو رو گرفت، به خاک فرانسه ورود میکنی یا با مدرک یا بدون مدرک. من اینو نمیفهمم. میگفتن اگر 3 ماه مثلا زندانی انفرادیت رو بکشی، میگفتم خب بعدش چی میشه؟ میگفت بعدش تو رو میفرستن تو خاک، حتی اگه کیست هم ریجکت شده باشه تو رو میفرستن تو خاک، میگن گیر پلیس نیافتی. یعنی در واقع این برگه هم فقط به خاطر این بودش که توی خاک اروپا نه که ما توی اروپا پلیس ما رو نگیره، توی فرانسه پلیس، یعنی فقط این برگه برای پلیس فرانسه اعتبار داشتش. بقیه شرایط باید نفر رو متقاعد میکردی که آقا این برگه مال دادگستریه، مال اونا دادگستری مثلا میگن پرفکتوری، اینو یه قاضی داده، این مال دادگستریه. طرف دوباره نگاه میکرد بالا پایین، حالا چک میکرد، تا اینکه بالاخره یه عمویی داشتش. آه یه بحث دیگه هم از سیگار، من خیلی بحث برام مهم بودش که کلید این نباشن مثلا سیگار نکشید و اینا، مثلا بعضی هتل‌های ایران نباشه، چون واقعا از نظر روحی نیاز داشتم سیگار بکشم. بعدم میگم یه یارو داره دم رسپشن سیگار میکشه، اومدم گفتم آقا اتاق خالی داری؟ گفت اتاق خالی دارم، پاسپورت رو بده. گفتم آقا پاسپورت ندارم. این جریان من این برگه برگر نگاه کرد و گفتم آقا میتونی یا نمیتونی؟ خیلی بی‌حوصله دیگه، 3-4 ساعت خارم پاریس دیگه، چقدر مگه جذابیت داره مگه شهر پاریس با 2 تا باگاژ خسته گفته بعد 4 روز زندان، فقط حمام می‌خواستیم حمام. این بودش که عمویه گفتش باشه، من سوسو قبول کرد، دوباره زد تو ماشین حساب. یعنی هر بار که میرین اونجا یه چیزی رو میزنن تو ماشین حساب، قیمتا رو میگن آنلاین و بروز، یعنی هر بار میری قیمت میگیری یه قیمتی میگیره، قیمت جدید میده، بعد میزنه تو ماشین حساب یه چیزی اضافه میکنه بهش که هیچ موقع با دفعه قبلی یکی در نمیاد. خلاصه این آقایی که به ما گفت بود 50 یورو آخر، فکر کنم 74 یورو، 75 یورو، 75 یورو دادیم واسه یک شب، وارد اون هتل شدیم و به نوعی شهید شدیم و طبقه پایینم بود. نمیخوای تو از این هتل خاطر به بالش رسیدم؟ آره تو زندانه به بالش اعتقاد نداشتم، رسیدم سرمو گذاشتم رو بالش، رفتم دوش گرفتم، تر تمیز مرتب اومدم، خوابیدم، استراحت کردم. چقدرم تخت و بالش خوبی داشت. آره خدای تختاشون، خیلی هتلای پاریس خوبه. هتلای پاریس یه استاندارد، این استاندارداشون رعایت می‌کردن. اینکه همه اتاق‌ها سشوار داشتن، اصلا لول هتل فرقی نداشت، قیمتی فرقی نداشت، از 50-60 یورویی تا 300-400 یورویی سشوار بود. آپشن. ولی تو ترکیه اصلا سشوار نبود تو هتل. مگر اینکه خیلی دیگه لاکچری باشه. دستشویی داشت، تختش، تختهای خیلی خوب و راحتی دارن، خیلی سرویس خوابه، راحت و خوبی استفاده میشه تو. همین عمو هم برگشتم گفتم آقا مثلا میتونم اتاقو ببینم؟ گفت نه اتاقو نمیتونم. گفتم چی داره؟ گفت دستشویی همون داره، اون چیزایی که به ربط داشت داره، چون ما همینجا الان تو آلمان دستشویی همون نهاریم، اینجا دستشویی همون بیرونه. ولی همین که اتاق دستشویی همون داشته باشم، خدا رو شکر کن اگه تو اتاق دستشویی همون داری همین الان. خلاصه که اون شب بر ما گذشت و قرار بود به این نفر آدم رد کنمون، بهش گفتیم آره رفتیم خوابیدیم، خیلی هم آرامش داشتیم. آره خوشحال، یعنی دوست نداشتم واقعا به این فکر کنم وسط یک
سفر پرترس هیجان که حالا چی بگم، خواستم همه اون استرس ها رو بذارم کنار، از زندان اومدیم بیرون و این داستان ها رو خواستم امشب ولش بکنم. به اون دارغوزم گفتم آقا ما اومدیم بیرون، گفت باشه برو اون آدرس هتلت رو بگیر بر من بفرست، من برات مدارک بعدی رو دی اچ ال کنم، پست اروپا کنم. باش چشم باش. صبح بلند شدیم و چون اینجا تمدید نمیکرد، یعنی به ما گفته بود دو شب داره، شب سوم نمیتونستیم تمدید کنیم، گفتم اینم که حرفش اعتبار نداره، بریم هتل بعدی من براش چیز رو بفرستم، یعنی پس فرداش بهش بگم آدرس اینه، اگه چیزی هم میخوای جور بکنی بگو به این آدرس بفرست. که همونجا هم البته براش کارت هتل رو فرستادم، گفتم اگر امروز میفرستی که میگی پس فردا میرسه، من پس فردا اینجا هم. اگه نه ساعت دو دارم مثلا پس فردا میرم هتل رو جابجا میکنم، که این آقا واسه ما مدرک بفرست. رفتیم دیدیم آقا عطر خوش پاریس، کی گفته بو میده؟ بو میده، خیلی بو میده، بوشاش میده، همه جاش بوشاش میده، دستشویی نداره دیگه، اینجا دستشویی نداره، مردمش تو دستشویی کردن راحت. آره. از مرکز شهر ما خواستیم بریم سمت مترو، یه جایی بودش که ولی من به نظر موزل پاریس به خاطر همینه که دستشویی کم داره. نداره آخه، نداره، باید حتما یه رستوران یه چیزی پیدا کنی بری پول بدی وسیله بخری دستشویش هم استفاده کنی. هیچ چاره دیگه تو شهر پاریس وقتی آواره دستشویی هستی نداری، حتی تو شانزلیزه. آره تو شانزلیزه من مجبور شدم من ساندویچ بخرم که برم دستشویی. آره یه پاساژمان ندارم مسترا داشته باشه، نه مچت دارن نه پاساژ دارن هیچی. خلاصه که هر چقدر خدمت شما، ما صبح روز اول زدیم به مرکز شهر پاریس، بابا اصلا تمش فرق میکنه، یعنی تازه فهمیدیم وارد خاک اروپا شدیم، چشمون باز شد. آره. زندگی زیباست. رفتیم آقا یه صبحونه خیلی میزونم خوردیم و خب بچه ها روز دومو شروع کردیم، اومدیم اینجا صبحونه بخوریم، همه چیشو فرانسه نوشته نمیفهمیم. یه نکته این که از فرودگاه مبدأتون میخواید بیاین پاریس پول چنج بکنید، تو فرودگاه حتی سر چنج کردن دلار به یورو هم فروتون میکنه، و اینکه اینجا باید حواستون باشه یه قیمت بهتون میگم و آخرش یه چیزی دیگه باید حساب میکنم، از نظر مالی و خود استفاده سه برابر ایرانی ها فروتون میکنن در بدترین جایی ممکن. این مسائل مالی رو تو پاریس خیلی جدی بگیرم. یه کلمه فرانسوی یاد گرفتی به بچه ها یاد بده. One of tea and one of latte. One tea, one cafe latte? Yeah. همون زحمت کشید یک چای جدی و یک لیوان آب جوش برای من آورد. سرویس من رو چرا جمع کرد؟ من سوال من هنوز اینه. یه چنگال چیز از ارزشانی رستوران کم میگردم. پس رومیز اذیت نشی، شروع نباشه. اینم اولین فرنچ برکفستمون. حرکت کردیم یه سری کارهای اداری رو هم که نمیذارم براتون بگم. کافه که آره حالا فکرم تو هم ویدیو همونم از این کافه های پاریس همشون هم شبیه هم هم میز و صندلی تقریبا یه شکل یه سایبون داره همه تم کافه های پاریس دیگه، معروف ترین چیزی که تو پاریس میشه گفت کافه هاشه. رفتیم یه صبحونه مشتی زدیم و وسط را یه سری کار اداری سرسبزانه خدا جور کرد کنار هم دیگه، که حالا من که فقط در فرانسه و پاریس برج ایفل رو میشناختم، ولی اصل البته یه بازی بود آتوران نمیدونم چی چی تو فرانسه بود این میدونه رو میشناختم، اصل فکر کنم ولاگای صدف بیوتی رو دیده بود، از اون موقع تصمیم گرفته بود. صدف بیوتی 8 سال پیش میشه که رفته بود اولین بار پاریس. توی اون سفرش همه استوریا رو از همه جای مختلف نشون داد، خیلی با جزئیات. 7-8 سال پیش اولین بار بود که من اصلا میدیدم این پاریس هم هست. خیلی کودک بودم تا و آرزو کردم که حتما یه روزی زیر این میدون آرک از خودم عکس بگیرم.
خب شکر خدا من این اتفاق افتاد و من واقعا عاشق میدون آرک و اون انرژی و عظمت و قدرتشم. از برج ایفل خیلی بیشتر دوستش دارم. خیلی میدون باحالیه. بعد از این داداشای سیاهمون که کلی باشون رفیق میشم، نمیدونم چیه جریان، خیلی با هم دیگه زود رفیق سیاه پیدا میکنم. آره. بهش گفتم رفتیم با هم دیگه یه تفریح کردیم و فلان و اینا و قرار شد به ما آدرس میدان آرکو بده که گفت فلان شما رو میبرم یه جا که از این پله رفتیم بالا آرک بخوره تو صورتت. خب ما رفتیم اونجا همون روز اول میدان آرکو خیلی اصلا یه مثلا اینا چه میدونم تخت جمشید رو پول میگیرم، من تخاکی تو سرم تخت جمشید نرفتم، من تخت جمشید رو پول میگیرم درسته، یعنی همه جای پاریس رو فرانسه رو باید به نظرم اگر اونجوری حساب بکنیم موزه است، همه جاشو باید پول بگیرم بذارم. یک بنای عظیم، یه میدون به شدت زیبا و خوشحس که حالا یه بارم رفتیم پایینش، یه آتیشی هم بود واسه یاد بوده در گذشتگان جنگ جهانی، اونم خیلی باحال بود. ولی همین که رفتیم بالا داشتن استنداپ کمدی بازی میکردن، ملل مختلف اونجا بودن و اونجا که میای بالا از اون ایستگاه مترو که حالا اسمش رو نمیدونم میذاره اصلا براتون، میدان آرک روبروت استهالس میای بالا، دقیقا میدان آرک روبروت دست چپ پشتت میشه خیابان شانزلیزه که اینم شنیده بودم. پله‌ها که میای بالا همونجوری میخوری به میدون آرک. انقدر انتخابامون متنوع است نگم براتون، بین موزه لوور پاریس و میدان آرک و خیابان شانزلیزه و برج ایفل نمیدونیم کدومو انتخاب کنیم. حاضر امشب هم پاریس بازی داره توی 1/8 یورو، یکی از غوغاترین روزها و روزگارها و مهیشترین روزگار پاریسه. جیکو اگر بتنه لاب بده امشب جشن. یکم هم آرایش کردم بعد حدودا یک ماه لوازم آرایشم رو دست دادم. آره از کمپ در اومد و حالش رو خوب کرد. بچه ما زندان بودیم و سمنان نه زندان. سمنان که بودیم زندان های علی آباد رو بد تعریف میکردن. آه کلیسا رو ره بگیر برو بگیر بچه ما هستم. آره 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا بودن هواریمون. موزیک رو ببینم نشسته رو باند دمت گرم رو اسکوتر. این چیز LGBTQه. چی؟ کجا نوشته؟ هرچه همه رو ببین دیگه رنگی کمانی داره. چه جالب. آره خیلی جالب. آقا ولی خدای مهد آزادی اینجا خیلی به حقوق دیگران احترام میذارن، آدمای مهربونی ان، کاسباشون فشارن ولی واقعا آدمای مهربونی ان، واقعا مهربون. خیلی فرهنگ خیلی. جالب و باحال و دوست داشتنی دارن، خیلی مهربونن، خیلی خوش برخوردن، تحویلت میگیرن، هر کی از هر کی سوال میپرسی با جون و دل جواب تو میده. مثلا تو رو میبره اونجا آدرس، من راهنماییت میکنم. اومدش منو برد تا اون آدرس، یه کارتم داد، یارو از من کمتر گرفت، یعنی هزینه بهتری، یه کارت تخفیف داد برای تخفیف هتل. آره یورو بیشتری بهش داد وقتی چینج کرد. ستون گنگ 206 اینجا چی کار میکنه؟ پژو حالا اصلش فرانسوی درست ما زدیم ترکون رو. من پشمام میشه بود موقعی که فهمیدم 206 استی یعنی صندوق دار. من نمیدونم چرا گذاشتن اسدی باید میذاشتن ساد دال دیگه. اگر گذاشتن صندوق دار واقعا اسدی یعنی صندوق دار. یعنی صندوق دار. یا امام تو فکر کردی میشه SUV document؟ گفتم حتما یه کلاسی چیزی بهش دادن اینو اینجوری برای چوسیش نوشتن اسدی. نه یعنی صندوق دار. صندوق دار. پناه بر خدا واقعا. دو چرخه سوار زیادی رو میبینی. دو چرخه سوار داره. خیلی. معمولا دارن با دو چرخه جا شرکت شرکت پژو هم دو چرخه تولید میکنه. انقدر اینا دو چرخه بود. یعنی دو چرخه پژو داریم. آره. چه جالب. دو چرخه کرسی پژو داریم. بله. یه سری اتفاقات افتاد که فعلا قادر به توضیح وسیعش نیستم. ولی همین قبل بدونید که خیلی با معرفت هم خیلی با معرفت هم الان اومدیم تو مترو قشنگ عمویی اومد ما راهنمایی کرد جی تی ای وار نشون متروهای شروع پاریس هم که دیگه ای وار گود بیشتر شبیه تگزاسی ها شدم تا
اروپایی ها دیگه سیف آمریکاییه دیگه، کارش نمیشه کرد. نه من دوست ندارم کلا فرانسوی اصلی. آره اینا میدی فرانس هم خیلی باحال، اینا یکی از چیزایی که تو فرهنگشونه این کلاهای مردا با لبه کوتاه. آره تو خیابون آره میبینی که از این کلاها هم خانوم ها هم آقایون دارن، خیلی باحال. اکسسوری هاشون هم باحاله. اینجا الان یه فروشگاه توی مترو شونه. من از این کلا فرانسویه که من دوست دارم. واقعیش آره فرانسوی خیلی گود. رسیدیم به ایستگاه مورد نظر. Oh no, why? Need any help? For me, I'll need any help. Oh no, thank you. Thank you. You go. شانزلیزه رسیدم، شانزلیزه از کف ایران رسیدیم. شانزلیزه اولین سمپلایی که میفهمه برج ایفله، یعنی هر آدم زنده ای رو که بهش بگی برج ایفل میدونه برج ایفل کجا. مگه میشه جایی که توش برج ایفل و شانزلیزه است و دوست نداشت؟ من خیلی این میدونه رو دوست داشتم، همیشه مطمئن بودم که زیر 30 سالگی میبینمش. Thank you God. دادادام دادادام من انتظار ندارم تا این برسیم شانزلیزه بعد برج ایفل. برای همه تون نظر آرزو میکنم. آره بچه ها اینا رو موقع فروش خیلی نباید بندازیم. همه سوراخ ها باید استفاده. و بچه ها 4 یورو از مرکز شهرشون برای 2 نفر، 4.3 یورو یعنی 4.3 یورو واسه 2 نفر بود. تقریبا 2 خورده میزنی تو ورود و خروج هم باید بزنی. سورتی هم یعنی اگزیت. مود جهان از پاریس میاد، یعنی میگفتن یه لباسی مود شده از پاریس میاد. مود این بالا یعنی به چی میرسه؟ به میدون. اون عمو که ما رو راهنمایی میکرد گفت یه جور میبرمت از یه ایستگاهی که اومدی بالا، میدون بخوره تو صورتت. وای خودشه، پشمام خودشه. Everybody say aha. It's a joke. Aha. I love you. Hey, aha bagu. Hello. Hello. What's your name? Your name is not your address, your name. Huh? Huh? Hi, I'm here. You here, your name? Ayonde. 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 Mama, where is mama? Where is your mom? His name is? Ayuni. Ya Nur Ayuni. Okay, where you from? What? USA. United States of America or United States of Africa? Which one? Okay, okay. Okay, ladies and gentlemen, please make some noise for Mrs. Ayuni.
No, 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 no. Guys, guys, Ayuni is superstar in America. So please, ladies and gentlemen, make some noise for Mrs. Ayuni. این همو استندآپ کمدیانه بچا. سلام؟ Oui, très bien. Comment tu t'appelles? Pauline. Pauline, tu viens d'où? France. Okay, ladies and gentlemen, please make some noise for Mrs. Pauline from France. Hein? Hein? What's your name? Lucas. Lucas, where are you from? ¿De dónde es? España. Lucas from Spain. Okay, ladies and gentlemen, please make some noise. Fuerte aplauso for Mr. Lucas. Attention, hello Kitty. Ayoni, don't move, huh? Don't even wanna see everybody clap your hands with the rhythm. Tout le monde, you clap, you clap. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, à trois